سلام دوستان عزیز، خوبین؟ بچه من دیگه اینجا لایو. سلام عزیز دادم، چطوری؟ سلام سرمی جان، خوبی؟ بعدت چند تو خوبی؟ چه خبر؟ چیکار میکنی؟ عشقم چطوری؟ سلام آقا، حال شما؟ بچه سلام. سلام سلام، حال شما خوبی؟ سلام دادم، پیج چی شده؟ پیج اصلیت مگه؟ متاسفانه پیجم هک شد دیگه. من اینستاگرام آره به خود درخواستم، گفتم آقا جان پیج من هک شده چیکار کنم، گفتم نمیشه برگردونیم به خاطر اینکه یارو هم ایمیلمو عوض کرد هم شمارمو، ولی آیدی پیجم همون قبلی است دیگه، آیدی اون تونستم پس بگیرم خدا رو شکر. خب ولی داخل پیجت نمیتونی بری؟ نه دیگه همینی که هست دیگه، همین یه پیجو دارم الان. خب بس ولی هنوز هست، این پیجت هنوز هست ولی نمیتونی فعالیت کنی. آره اون هست، ولی خب اون حرومزاده که پیجم ازم گرفته داره به جای من مثلا چه میدونم چرت و پرت که مثلا، چون من حقیقتش یه خریتی که وارد این کریپتوکارنسی شدم، رفتم مثلا بیت کوین رو خریدم یه ذره، بعد این یارو عوضی حرومزاده رفت تو حساب من، از طریق حسابم به ایمیل من رسید، از ایمیلم به شماره تلفنم، بعد دیگه پیجمو گرفت. خیلی پس حالا خدا رحم کرد حسابمو خالی نکرد. راستی من یه استوری گذاشته بودی ولی چون انگلیسی نوشته بودی خیلی متوجه نشدم، پست گذاشته بودی، جریان اون پولا چی بود؟ پیپلا مال من نیست به خودم، یارو گذاشته بودش که از دو تا دوستای کانادایی من 1000 تا، یکیشون 1000 تا یکیشون 2000 تا کشید کثافت، که خودشو به جای من زده بود، گفته بود آره من رامبو دارم، گفتم من تا حالا کی از کسی پول خواستم که آنلاین من پول بدین؟ یعنی آره. نه خب اصلا کلا جریان چی بود؟ ببین جریان این بود که من از طریق یه وبسایتی رفتم واسه خودم بیت کوین اینا بخرم. خب این آدم گفت مثلا من دارم کمکت میکنم، بیا مثلا من این کارو بکنم اون کارو بکنم. من اصلا واقعا چی فکر میکنم با خودم، چرا من احمقم؟ من گفتم باشه مرسی که کمکم میکنی، بیا این مثلا ایمیلم این شماره تلفنم، گفت یه لینک برات فرستن اون لینکو بزن. من خفن زدم. یعنی الان که آریا بهش فکر میکنم میگم خدای من گوسفند بودم واقعا. یعنی سرم چقدر دوست سرم من فالو کردم. بیبی جان عزیزم، آخه تو که من با تو که خیلی مثلا چهرت نشون میده خیلی باهوش باشی و از همه کارا سر در بیاری، چجوری مثلا با یه کسی اینجوری به تو گفته؟ تو در کانادا زندگی میکنی، در آمریکا زندگی کردی، این چیزا خیلی میدونی. بذار بهت قشنگ توضیح بدم چی شد. من الان اروپا میام، من 2 ماه اروپا الان اومدم اینجا. من حقیقتش اوکراین بودم، پیش یکی از فامیلام داشتم رفتم اونجا، شب بود، منم مشروب خورده بودم مثل احمقا. این پسرم خیلی پسر سکسی بود، یعنی ببین اصلا هات، یعنی خدا شاهده انقدر خوشتیپ بود، من احمق فکر کردم این خودشه، نگو پیج اون بنده خدا رو ازش ترورده بوده دیگه. ببین من احمق همه اطلاعاتمو دو دستی تقدیم این کردم. ببین رام بود، به نظر تو استریت ها رو دوست داری یا گی رو دوست داری؟ من همه رو دوست دارم آقایم، هر کی میدونیم هر کی اون طعمه‌هاش به طعمه‌های ما بخوره. من آخه یه استریت که نمیاد تو رو بکنه، میاد. ببین تو ممکنه شاید باورش، ولی من مورد داشتم طرف دوست دخترش رو ول کرده اومده فقط دوره هم باشیم. خب نه درسته، ولی میگم اصلا مورد داریم یه استریتی میاد تو رو بکنه؟ آخه من نمیدم آریا، من میکنم خودم. خب نه اصلا استریت ها یعنی تو تا حالا اصلا ندادی؟ دادم تو الهی دو سه بار امتحان کردم ولی خوشم خیلی نیومده. یه دقیقه صبر، ولی بیشتر یعنی که از کجا منم خودت پول نگرفته باشی احمق جان؟ مگه اگر من کسخل بودم از اول بیام پیج درست کنم، الان بیام بگم تو رو خدا بیا منو فالو کن، من الان با آریان مشتم بزنم، من دیوونم پیج نازنین خودم از بین ببرم که چی بگم؟ مثلا من 3 تا خونه خریدم کو، چرا باز من این خونه ها کجان؟ میگه که چیز، یکی میگه بگه استریت چیه، تو بهتر میتونی عامیانه تر به این بچه‌ها بگی استریت یعنی چی. استریت کسیه که دوست داره، مثلا استریت پسر یکی از دختر خوشش میاد، استریت دختری یکی از پسر خوشش میاد، کسی که گیه مثلا از همجنس خودش خوشش میاد، کسی هم که مثلا مثل منه، من کلا با هر کسی حال کنم مثلا چه دختر چه پسر چه ترنس هر کی.
دوره هم. بعد تا حالا مثلا تو میگی اون استریتی که دوست دخترت بل کرده اومده پیش تو، برای چی اومده بود که تو بکنیش؟ نه مثلا اومده واسه این، چون مثلا تو مهمونی بود اتفاقا، همین این اتفاقا همین اواخر ما رفته بودیم در واقع من میلان رفتم ایتالیا تو یکی از این کلابا، توی آمریکا و کانادا، خودت حالا آمریکا بودی میدونی بهتر، تو آمریکا و کانادا خیلی بیشتر تفکیکه، مثلا این گی کلاب این استریت کلاب، اروپا بیشتر همه دوره همن دیگه. من این پسره و دختره خیلی مثلا با هم دیگه با من مثلا میرخصن و یه لاستی زدن و دوره هم بودن دیگه، من همیشه دست پسر همیشه ناز میکردم، یه دفعه دیدم دختره قشنگ داره نگاه میکنه، پسر داره مثلا با من میک اپ میکنه، مثلا منو ماچ میکنه، دختره قشنگ داره میشه. آره خب پسرتو بوس میکرد؟ آره خیلی خوب بود. مثلا پسره چه جوری بود که تو رو بوس میکرد؟ پسره خیلی هات، ببین بلاند، چشای آبی، اصلا بدنش آه. تو خودت الان به انگلیسی وزن و قدتو بگو. به انگلیسی یعنی مثلا سانتی متر بگم یا مثلا به اینچ و فوت بگم چه جوری؟ تو الان مثلا 6 فیت یا 6 وان چی؟ من 6 وان ام. ام 6 وان، قد وزنم 180. خب منم 59 ام و با 123. چقدر لاغری آریان، خوش به حالت. خب ولی تو دوست داری که کور باشی؟ من بلاند بودم دوست دارم، بعدم نمیاد. خب مثلا دوست داری لاغر باشه که چی باشه؟ مگه کسایی که میخوان بدن دوست دارن لاغر باشه؟ نه بین کلا تناسب اندام همه دوست دارن، چه اشکال داره؟ خب تناسب اندام، ببخشید، تناسب اندام مردا، تو الان بهترین سایزو داری، تو چند کیلو میشی به ایرانی به فارسی؟ 180 پوند میشه فکر کنم، 80 کیلو یا مثلا 78 کیلو، نه به مثلا 85 پوند میشه مثلا 82 کیلو فکر کنم، 82 کیلو، 82 کیلو با 180 تو درستی؟ با 180 پوند قدم 183. خب تو 183 هستی با 85 کیلو، تو پرفکتی، الان بهترین وزن و بهترین قد تو در رده مردا داری. الان من به عنوان کسی، ببخشید اینجوری میگم، من به عنوان کسی که دارم کون میدم، من خیلی درازم، من الان بیشتر کیسامو به خاطر قدم از دست دادم، گفتن تو خیلی قد بلندی. خیلی حیف باشه، ایشالله ایشالله همه کسایی که میخوان بکنن بفهمن که قد فقط یه عدده، مهمون کونه. خب آقای چون میدونی که من استاندا، الان مردا روز به روز دارن کوتاه‌تر میشن، کونا دارن روز به روز درازتر میشن و این اصلا با هم دور در نمیاد. آریان من خودم عاشقه، ولی پسرای قد بلندم، ببین من دوست دارم پسرا خیلی قد بلند باشن، مثلا من اکسای خودم رو که دیگه تو میشناسی دیگه، هم کالین هم جوردن، این دوتا خیلی بلند بودن، اصلا من اونقدر پسر بلند دوست دارم، وای 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 وای، اصلا پسر سفید بود مثلا. ولی یه خوبی من اینه که من با دامن، با این که خیلی قد بلند هم زرین شدم. آریان سلام بابود عزیز، سلام شورمه با عشق بهتری قربونت برم، خوبه یه از زبش بدهیم. این پیج جدید همه داشته باش، چون من اون پیج قدیم رو زدم. چرا زدم؟ کدوم دا بردی زده؟ خود خرم اون من برم بالا سرش، کسی رو فالو نمی کنه ولی میاد تو لگه رابود، اون من برم بالا سرش رابود، تو منو فالو کن، حالا نمیخواد بری بالا سرش. بگو من با قبه برم بالا سرش. ای جان ای جان، ایشالله با قبه بگو من با بلندی برم، با چاقو برم. تو فقط بگو آریا چطوری؟ خوبی؟ سرمه خوبی تو؟ نه درد کمر دارم. چرا ای وای امان این درد کمر، من عمل کردم جراحی داشتم. کجا سرمه کنی؟ جلو بچه ها اینقدر تعریف کردی از خودت، امروز کمر درد شدی. آره پنج تا عمل کردی؟ کجا تو عمل کردی؟ یا تی 45 پنج عمل کردی؟ دوله اسفند دود کن، اسفند 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 ندارم که، اسفند به جای من تا دود کن، یا اسفند یا تخمه مرغ. آره تخمه مرغ یا اسفند یا تخمه مرغ. بچه انقدر خوشحالم فردا صبح برمیگردم کانادا، اصلا انقدر دلم تنگ شده واسه ونکوور، دارم دیوونه میشم تو اروپا. خیلی برام خوشم اومد. آره بگو رفتی اروپا کجا چیکار کردی؟ ببین انقدر هوا سرده، ببین تمام صورتم اگزما شده انقدر سرده هوا. آخه
اروپا رفتی چیکار؟ شو داشتی رفتی برای دادن کردن؟ من اون پیج هنریمو که حالا اگر دیدین که نمیدونم تو آریان داره، ولی اون من اومده بودم اینجا 2 ماه من شو داشتم، از ونکوور رفتم تورنتو، از تورنتو رفتم شو چی داشتی؟ شو چی داشتی؟ من کار درگ میکنم و در درگ ایوه سخته نه؟ کلاگیست میذارم این ممه های مرمری رو میبینیم بودو بودو میندازم بیرون با یه سرعت عجیب، میرم رو سن خودم رو میکشم. ای جو ای جان آره ای بدازم بره ای بدازم بره. در اروپایی ها خیلی خوشن اصلا، اصلا بیسن اون تو آنه با میتونی یه نمایش بیایی برای ما، یه پیکه نمایش بیایی الان دارم میمیرم بلش کیرته به خدا رو نمیتونم به خاطر آیه چونی کوچولو. چرا از من مایه میذاری؟ پست کشه بیناموز، خودت میخوای نگاه کنی خونه تو. خارپوس دیدم، خارپوس به پست دیدم روی من رو زمین زد، گفتم بذار به خاطر توی چوری بلکه روی تو رو زمین ننداره. وان دیگه تو راما دوشی تو بذار یه دقیقه برای اینا یه شوی کوچیک برو راما، به خاطر این بچه چوری کشو برو. رامو من چقدر بسیره دارم تو رو، به فردا ساعت 7 صبح باید برم فرودگاه، همه چمدونا اصلا هیچ جا ندارم. ای بابا عروس نمیتونه برخصه دیگه زمین کگه. بلا میتونم برخصم پیج هم این کلی رخصیدم. چرا نمیتونم برخصم؟ یه دارم باید بخواهیم زنده بریم، یه مازم بخواهیم زنده بریم رخصه. حالا بذار ببین آکل، ببین تو رو خدا این پیج رو چند ساعت باز کردم، بذار این یه چک بذار مردم رپورتش نکنم، بذار ملت فالو کنم، بذار من آدم باشم. بریش یه روی آیل چوری هم دبیل نمیدونم چجوری چند دقیقه باز کردی؟ 25 کایی خواهد تازه آخه ندیگه. من به همه گفتم تو رو خدا بیای منو استوری کنین، تو رو قرآن بکنین، ایشالله که مردم فهمن میکنن. آیه من یه خبر نداری، ببین ناسلامتی با مسی رفیقه، مسی استوری شد شد 25 کن کیو رامبود من یه رفیقه مسی بیسی به مسی یه زنگ گفت مسی هدیه گهیده با استوری کن، مسی هم گفت باشه چشم، اینم هدیه شیلیریه من، شیلیریه توپ طلای من به تو دیگه. من رامبودو شاد میشه حالا هیچ وقت رامبود یه ساعتی شد تو بایی کن یه ساعتی شد بچه ها بیا بازی کنیم، بچه ها بیا بازی کنیم، بازی همیشگیمونو سالای مثبت 18 از هر کدوم آره هر کدوممون میتونیم از همدیگه سوال بپرسیم. سوال اول رامبود یادت باشه ببین هر روی من رو زرگ انداختی، هر روی این بچه دوری رو زرگ انداختی. بابا جان تو اینجا رو ببین من چقدر وسیله دارم بس فردا صبح، من اصلا هیچی جا ندارم، به خدا جا ندارم، چیکار کنم؟ حالا بعدی بذار سر یه فرصت مناسب برامون لباس میکشیم یه بیرخصه از هم تو فیلم بابا اسمو بجیم. شما میتونی از ما سه تا نفر یه سوال بپرسی بعد همجوری میچرخه دیگه، رامبد میپرسه بعد هادی میگم بفهم. آره بپرس هادی یارم میگم تو از کردن بیشتر خوشت میاد یا جق زدن؟ خب 100% اولیه، ولی خب صد. مثلا هفته چند بار ببین، ولی تو کردن خب من فقط دوست دارم بخورم، تو کردن فقط دوست دارم بخورم. خب میدونم هفته چند بار هفته چیه باز؟ سالی یه بار هم به زور گیرمون بیاد با هفته این بیاد با اون جد براحتی دیگه. حالا با صد رحمت به گرم زدن با اینطوری میخوانیم اینطوری میدنیم. خب از آریان بپرد یا رامبود؟ رامبود رامبود آخرین باری که کردی کی بود؟ جاتون خالی دیشب. آه دیشب ایوه رابط با تو میگی من بسود دارم. نه چیزه کرد میکنه آه نمیده فقط میکنه. آخرین باری که گروپ زدی کی بود؟ من گروپ خیلی وقت سال پیشه، آخرین باری که گروپ زدم 6 ماه پیش بود با دوتا یه دوست یه مشتری دائمی داشتم
دو تا مشتری داریم میداشتم، بهشون گفتم مشکلی نداره مثلا یکی نفر دیگه باشه دوتایی منو بکنید، گفت نه مشکلی نداره. بعد یکی ساک میزدم، یکی من تو کون منو میکرد. 6 ماه پیش. آخه چقدر عادی. ولی کیس نبودن دیگه، رام بود کیس نبودن. آره من دوست دارم کیس منو بکنه. و یه فقط یه سوالی دارم رام بود، حالا تو آیس کشیدی؟ چی هست مادر؟ آیس یعنی همون کوک که به انگلیسی میشه آیس دیگه، درسته سرمه؟ نمیدونم. شیشه 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 که کریستال مثل میشه بگو شیشه دیگه چی به انگلیسی؟ نه بگو شیشه شیشه تا دیگه کشیدی؟ من قسمت نشدم. از من بکن، من بسته خورم نشدم. از من بکن، تو با کسو. نه نه، چون میخوام. نه چون میدونی این سوال پرسیدم، چون من دیشب یکی اومده منو بکنه، بعد گفت من شیشم رو نیاوردم. تو شیشه داری بکشم آیس؟ گفتم نه من شیشه ندارم، چون کیرش بلند نمیشد. میخوام بدونم آیا این شیشه کشیدن رو کیر آدم تاثیر داره؟ کیر آدم بلند خیلی تاثیر داره. ببین کسی که شیشه میزنه به شیشه متاسفانه بدترین نوع مواد، خیلی بده. والله من بدبختی نداشت، شاید رو شما داشته باش. آخه تو تا شیشه هم بکشی نه کیرت هم بلند نمیشه، ایدت بلند نمیشه. وای بالا خانمایی که اون تحتیم بودیم من ببینی هم شیشه هم پریای هم شیره همه رو بسته بیم، ولی اصلا شیره هیچ تأثیری نداشت. آخه ببخشی من اینجوری میگم آقای چهل مرد و چارپایه، آخه الان تو کلا خود 2 سانتی بعد کیرت میخواد چقدر باشه که بلند شه؟ البته آره این هم یه حرفیه، این خودش کلا 2 سانته مثل چوه جعبه کبریته. آره نه نه این همه میگن رو کیر تاثیر داره، بس این رو من کسیش نداشته. خب آخه تو خواهی اندازه جعبه کبریتی، جعبه کبریت رو دیدی؟ تو اندازه مونی، بعد حالا کیرت کجا بوده بود؟ به حال اینا همه یه آپشن هم وای جهره تو خواهی خیلی بردار. ببین شیشه خیلی بردار، ابتا اگه شیشه رو با وایگرا بکشین خوب میشه. شما مثلا ماشینه بابا یه افکتی بذار ببینیم صورت قشنگ تو اینجوری رفتی تو اندازه خواهد. یه افکتی درست بذار ببینیم تو اندازه کامنت هم بوده نمیبینیم. شیشه خیلی بده خیلی رام بود داشتیم رام بود، یه افکتی بذار ببینیم قشنگ. من که منو که میبینیم بیا. نه افکت گذاشتی اصلا رو کامنت هم رو تگرفتی. آره این یه افکت روشن بود. بیا من افکت بیم بچه من افکت از اثرات شیشه به آیا تعریف کن بدو ایش کنه. خب اوکی الان نوبت رام بود، نوبت تو از اون 3 نفر یکی بپرسید مصبتیش. خب آریان پوزیشن مورد علاقت چیه؟ من اینا همه جا گفتم همه هم میدونم پوزیشن مورد علاقه من فرغونیه. فرغونی فرغونی یعنی این که چیزه مثلا رو تخت میشین، لبه تخت میشینم، پاهامو اینجوری میدم بالا، پاهامو میدم بالا، طرفم پایین تخت فقط میزنه توش. بح بح که میدونی چرا اینو دوست دارم؟ چون راه آره مثل هادی، چون میتونم راحت جب بزنم دیگه. این فرغونی الان نگاه این فرغ خدا بنده خدا چرا ایجادی ای میام گورگون هادی من شق کردم اینجا دیوونه دارم میشه میگوشه جون میام میدم عشقا میام میدم جون بخوا هادی تو بگو برام آخرین ببین آخرین باری که سکس کردی آبی تو کجا ریختی؟ من ریختم تو چونه دختره روی چونش کونشو کردی بنده خدا رو؟ آره چون جداش بسته بود. خب خانمایی که از پشت میدن لذت داره، اصلا من فکر نمی کنم برای خانم جذاب باشه. نه لذت نداره. نه من اینی که کردم دختر بود لذت نداره. ای چه درد داره آفرین سرمه بدنم به تقدیر تجربه داری یا شکل بزن سرمه معلومه که خودش یه اون تمام داره بزنیم به تقدیر یه اون بیکاره بوده
من چیزم مگه این کار بچه هم یا دختر جوونم تازه ازدواج نکردم ای جون دارم و 12 سالشه بسمه دارم ماشاءالله خدا حفظش کنه خدا حفظش دور من دختر قشنگم تو بعد. آخرین باری که تو آخرین باری که دادی کی بوده من شوهرش داده دیگه شوهر چقدر 6 ساله یعنی خدا وکیلی ندیدی یعنی اون موقع تو الان نداشتی نه به خدا نداشتم من چجوری تحمل کردی دیگه تحمل میکنیم دیگه من یه هم دیگه هم نگرم میمیرم جدی واقعا به خدا 6 ساله پیش دادم 4-5 ساله پیش خب بچه جی پس یعنی خودتو اینجوری تپ 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 از پا در میاری هر شب نه هر شب در نمیارم و یه دفعه آخه هی تو آفوت نیست بخوایی مالیدم بگویی رو آخه سارا میدونی این داری در حق بدنت ظلم ببین سیکس مثل غذاست باید به بدن برسه و اگه اینا نکنیم حساب غذا کرد نه جدی دور از شوخی میگم اگه تو مثلا مثل اینه که نیاز آب بدن انسان نیاز به مثلا آب داره به مثلا گوشت داره هفته یعنی ما یه دفعه رفت میکنم دیگه موردی نداره مورد نداره آره ولی خب من خیلی چون ما همه انسان ها متفاوتن با دلش های مختلف یکی هست مثل من هر روز دوست داره بده یکی مثل سرمه جون دوست داره اصلا هر 6 سال یه بار بده نه ببین من اگر هر روز آره. آبم نداره اصلا نمیتونم زندگی کنم اصلا دیوونه میشم قشنگ دیوونه میشم حادی جان بپرس شما نوبت شما رابط جونم دوست داری از بین سول و آریا گروهش رو بکنی با هم همه با هم تریسا ای گروه نیست یعنی که همه با هم گروه بدم یا چرا؟ نه خیلی خوبه من آریا رو میگم آریا رو میذاره توی تو بعد دیگه تمام شد سویچ میکنیم آه نه اکسیوز خب سوربه از بین من و آریا دوستایی واسه کدوم رو بخوری ای جان مال هیچ کدومتون نری مال هیچ کدوم نری یکی یا بعد یا آریا من سکس اینجوری مدلی دوست ندارم بدم متنفرم چند ببین دوست داری که من باشی حالا سواله میگه باشی حالا سواله خب سواله مال تو رو دوست دارم جو بود من آب نبات نوش جونه جان جان نوش جونه الان میام بچه وای ننه بچه دوستم الان واسه من واسه تو کسه آب نبات میمونه آره آب نباته حالی اصاب کن بچه تو رو خدا اونایی که اینجا هستین و این پیج رو میبینین من تازه این پیج رو امروز شروع کردم برای من دوتا استوری بذارید ملت بشناسن که این پیج منه منو فالو کنید آریان شادت میکنه تون برش شادت میکنه نه از تو چارتا بودم فالو کنید قلب بغلم بزنید دمت میگم ببینی الان من به بچه ها میگم بچه ها چارتا بودم فالو کنید قلب بغلم بزنید دمت میگم قلب بغلم بزنید که حداقل لایو برید تو اکسپلور بچه ها بیشتر ببینن آره بچه ها بزنید آره منم یه شکلات بخورم آریا بپرس از ماسه تو خب دوستای شاش قلومه اونو برید رو دهنه بعدم میاد از این کارا از این سه تا خب 100% شاش رامبو دو ای جان چرا رامبو بچه من تجربه داشتم خیلی خوب بوده یه بار شاشتم تو دهنه کسی انقدر هات بود وای خب چرا چون چرا چون به سرمه جون که اصلا خب حسی ندارم خواهرمه تو هم که اصلا کیر تو که اصلا کیر نداری که شاش داشته باشی دیگه فقط رام میمونه بس من در چون از شاش میکنم شما از دهنت میرین بکنم برای کنی میرینم دقیقا البته استریل ها من یه بار به بچه بایی بار من بار توی کسی شاشم انقدر خوب بود اصلا وای حالا نوبت منه رامبو جان مثلا تو دوست داری که وقتی که سکس میکنی دوست داری اول سکس رو با چی شروع کنی بستگی داره با کی آخه مثلا با کی برای چه کاری
خب مثلا فرق نمیکنه یه کسی که تایپه. خب من همیشه کیس، من هر کی میخواد منو بکنه یا بکنمش کیس برمیدارم، یعنی از همه چی اوکی باشه. 100% تو هم شناختی کسی دارم، تو هم کیس برمیداری، یعنی آره. چیزی خوب برمیداری. خب اینا رو اگه تایپ هم باشه، مثلا میکه، مثلا دوستم مثلا ماچ بیالمه، ماچ آب دارم، مثلا میک اوت حسابی، مثلا تانگ زبون اکشن و مثلا کلی مثلا چیزای هات، و مثلا اینجوری بکوبیم همو به در و دیوار، و مثلا مثلا به من سکس وحشی دوستم، خشن و وحشی. وای خب اوکی، بعد مثلا با مکلاب یعنی با اشبازی شروع کنی، بعد پوزیشن مورد علاقت چیه؟ من دوست دارم میشنری، همونی که گفتی فرغونی، ولی خب نه لبه تخت، مثلا وسط تخت. وسط تخت خوبه. بعد دوست داری مثلا کدوم سکس رو دوست داری؟ یعنی دوست داری با کاندوم باشه، یعنی گوش به گوش بخوره؟ ببین من خودم چون قرص پرپ میخورم که جلوگیری از HIV میکنه، من متنفرم از کاندوم، خیلی بدم میاد. یعنی قرص آره پرپ من میخورم، قرص رو میخورم آره. که آزاد. آره پرپ، یعنی اگه کسی میتونه پرپ بخوره حتما تهیه کنین بخورین، پری اکسپوژر پروفیلاکسیس اسمشه، و راحت مثل سگ بکنین، همون راحت اونجوری که من دوستم تو بپاشم، دوستم من یادم باشه بخورم و مثل سگ آریه رو بکنم. و این که دوست داری کجا بریزی آب تو؟ تو، من فقط تو، اصلا وای آریان حشدی شد همین چیزا رو میگه. آره و این که و وقتی و زمانی که آبت میاد چه صدایی در میاری؟ دیگه حالا بستگی به لحظه و شرایطش داره. مثلا یه چیزی که خیلی کامنته. دفعه آخری توی همین دیشب توی در واقع خونهشون بود، بعد در واقع صدای خردن بودن دیگه، من وقتی جلوی دهنمو گرفته بودش که مثلا صدا نشده، داشتم اصلا میمردم انقدر خوب. اصلا حالا خب نه، فکر کن مثلا الان تو یه جای خونه خودت هیچ کسی نیست، آزادی، صدا در بیا. مردونه مثلا مردی گفتم شوخی میکنم. آخه نمیتونم، آخه نمیتونم، آخه چه صدایی در میاری وقتی آبت میاد؟ بابا چه میدونم، آره یه چه سوال سختی میپرسی. دوربینو بگیر اونور در بیار، دوربینو بگیر اونور صداشو در. میخوای بزنم بعد وقتی آمد ببینیم چه صدایی میدم؟ نمیدونم. نه خب من میکنم، من وقتی که من صدام کامنته، وقتی که آبم میاد مثلا میگم مثلا این صدای من بیشتر صدای تر بود خالی آدم والا به خدا. مثلا صدای من کامنت برای همه کسان اینه و چند میلرزه وقتی آبم میاد. ای جان ای جان، ولی من نه، من اون لحظه که آبم میاد صدا رو کلوخ میکنم، میگم اوه یس کاما، او مای گاد، اوه یس یس. یعنی در حد لالیگا من وقتی که آه. مثلا آبم میاد وقتی طرف منو میکنه فرغونی، همش به انگلیسی بهش همش بهش میگم تو یک مرد واقعی هستی، من تو یک مرد واقعی رو دیدم. بعد اون مرد انرژی میگیره منو محکمتر میکنه، یعنی سختتر و با یعنی بیشتر. آخه من اینقدر خوبم اینجوری به اونایی که منو میکنن بهشون انگیزه میدم. وقتی که فکر کنم مثلا من الان دراز فرغونی دراز کشیدم، طرف پای منو داده بالا داره میکنه توش، بعد هی وقتی من فیس تو فیس بهش نگاه میکنم میگم واقعا تو یک مرد واقعی هستی، من تو زندگیم اولین مرد واقعی که دیدم تو هستی. بعد این مرد انرژی میده، بعد منو خارجی بگو، منو محکم بگو، خارجی بگو. من مثلا به انگلیسی حالا نمیدونم این درسته یا نه، بعد رامبا جون و سرمه جون بهتر از من انگلیسی صحبت میکنن، من هی بهش میگم، من بهش به انگلیسی میگم یا یو آر وری ریل من، ریل من، ریل من، اینجوری بهش میگم. جان سرمه کجا؟ سرمه دختر قشنگ ما کجا؟ من آمریکا هستم. آمریکا کجای آمریکایی؟ من تگزاس. من نورلین تگزاس. من تو اونجا مشرف شدم. خب خدا رو شکر. نه شما میری سرمه مشرف. من تازه از آمریکا دعوت شما، شوهر خودم فاکین الیه، من الان میخوام طلاقمو بگیرم، متنفرم ازش کثافت.
تو شوهر طلاق بالاخره من نفهمیدم تو شوهری یا شوهر داری یا زن داری. خب نه پسر کسی که باش عروسی کردم پسر. خب ما آخر نفهمیم تو دختری پسری مردی زنی کدومی. من چه ربطی داره تو میتونی مرد باشی با مرد عروسی کنی چه ربطی داره؟ سکشوالی چی؟ تو بایسکشوالی یعنی هم مردی هم زن میکنی؟ من پنج سکشوال من با همه میتونم بخوابم. آه. آه یعنی ایشون خب یا مرد یا زن میخوابی دیگه با حیوان هم میخوابی؟ نه خب مثلا یک کسی ممکنه چند باشه یک کسی ممکنه یک داره یک کورت باشه دوتا. آها آها من خودم برای من جولای امسال با یه پسری عروسی کردم توی الی که دوستش داشتم ولی الان دیگه ازش متنفرم قشنگ میخوام طلاق بگیرم. حالا حامله هم میشی؟ چه سوال مسخره‌ای چرا من باید حامله چه سوال مسخره‌ای که همه مردم میپرسن از همین خانواده ال جی بی تی حامله میشین حامله میشین آخه خدا تو رو دیده اینجوری کوتات کرده احمق. بابا در خود داره میگه من زنم میگه خود حامله هم میشه چرا با شوهرم یه مردم میتونه شوهر داشته باشه خدا تو رو دید که بهت نه قیافه داد نه کی فهمیدی؟ چربه ساله شوهر من بگی من خدا شوهر دارم. ببین کسی که ببین چه رفته تو میتونی گی باشی کسی که گی میتونه با این مردم من مردم من فقط میکنم من فقط میکنم من یه فاعل وحشی هم آخه اصلا میگه من فقط میکنم تو اصلا به کسی هم فقط میکنم. خب میدونم اصلا تو کنم هم بذاری توی جزیره نیچی نمیکنه شوار بایده بکن تا زنده ببونی نکنی میکنن بکنی میکنن تو رو دیگه سرویس تلام بذاری کسی دست نمیزنه بعدشم فضل جون عزیزم وای خدا. آره خلاصه من میگم من از سرمه بپرسم سرمه جون مثلا تا حالا سکس از عقب داشتی و چه حسی داره؟ من که با این دوست پسرم نتونستم چون خیلی مال من چنگ اونم خیلی گلوف بود نمیشه ولی 6-7 ساله آره دیگه تا نمیدونم چند سال الان 10-12 ساله فکر کنم عقب ندادم. خانم یه باری که از عقب دادید چه حسی داشتی به ما بگو؟ خب اولش درده دیگه اولش درده بعد حال میده. خب بعد مثلا آیا خانوما از کونم ارضا میشن؟ آره دیگه هم از جلو هم از پشت. خب بس اگه لذت داره یا نه؟ آره دیگه همونقدر که از جلو آب میاد از پشتم آب میاد دیگه. خب من تا حالا اینو نشنیدم مثلا حالا رامبو جان پزشکی میخونه رامبو جان به نظر شما آیا این اعتبار داره که خانم‌ها از کونشون آب میاد؟ آره میاد دیگه من خودم آب پزشکی داره پشتشون تعریف میشه اون از جلوشون آب میاد ولی خب نه 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 از پشت آب میاد ببین سوراخ کونو خب وقتی چربش میکنن یا خیسش میکنن میذارن توش یواش یواش این خودش یه آب پس میده بعد راحت میره تو میاد بیرون گشاد میشه خب عضله داره با همکاری میکنه آب نمیاد ازش داره گشاد چرا خیس میشه من دارم بهت میگم خیس میشه از توش خیس میشه let's agree to disagree چون دولا او آبکیر طرف نه ما میخوایم بیرونیم آیا این اعتبار پزشکی داره از نظر مثلا پزشکی اعتبار پزشکی داره چون ما کل وقتی که داری سیکس بکنی کل بدن میتونه مایه ترش رو کنه بلی خب این که مثلا آب اونجوری میاد نه من الان ببخشم جون ببخشید سرمه جون یک بار از جلو از عقب سکس کردم من الان نزدیک 15-16 سال هر شب آره از عقب آب نمیاد آب نده من تالت تو کونم فقط آب اومده ازش چی اومده؟ من تو کونم تالا خیلی خوشحال میشم معجزه میشه تو کونم آب بیاد من تا جایی که یادمه فقط دیدم قهوه‌ای شده کونم ولی مال من آب میاد
خب سرمه گونه خاصی از آدمه. من از پشت دارم، از جلوم، یعنی هم از جلو دارم از پشتم دارم. ای چه خب سرمه خیلی آدم عجیبه. آره سرمه، سرمه بعد بودو بودو با یه سرعت عجیب بره خودشو معرفی کنه. به خدا سرمه، سرمه آدم خاصیه. و سوال از هادی بپرسیم و سرمه جون شروع کنه. خیلی من رامبوت فقط بپرس، رامبوت من رامبوت پرسیدم مال تو باشه، مالم بپرس حالا بزن از شما بپرس و نوبت رامبوتم میشه. هادی جان جان یکی اومد اینجا میگه فردا الان همه میرن از عقب میدم ببینن هم دارم راستی یه فرق دیگه همه رفت دارم. سرمه گفته من در تمام علم پزشکی که میدونم فکر نمی کنم شنیده بودم. این عالیه. من من تو سوی سوکرا دیدم دختره تو چوبش آب میاد. راست میگه من دیدم. آه خدا آب میاد. حسافت. خب اوکی حالا بذار من سلام دنیا چطوری؟ سلام دنیا جان خوش اومد. خوفه. سوال من اینه که هادی جان شما مثلا چرا آبت زود میاد؟ دکتر رفتی؟ ببین بدن من چون خیلی گرمایه، من چون خیلی این نهایت حشریم، این نهایت خب دست خودم هم نیست. خب دکترم رفتم، دکتر گفته این خاصیت بدن اینطوریه، اون برای خیلی هستی خیلی زود ارضا میشه، خیلی هستی دیر ارضا میشه، تو هم دسته هایی هستی که خیلی زود ارضا میشی، دست خودت هم نیست. گفتم آقای دکتر قرصی دوای آمپول میشن؟ گفت نه هیچ راهی نداره. هیچ راهی پس یعنی رفتی اقدام کردی؟ اما یکی جلوی من لخت بشه، من لختشو ببینم دست به سیناش بذارم یا او خود به خود ارضا میشه. خروس بیچاره. حالا خب خروس خروس گرده بود. دکتر رفتی دیگه درسته؟ آره. دکتر رفتی ولی هیچ راه درمان نداره. آره. با به این خاصیت بدن این مدلیه. کارش هم نمیشه. خب پس من آیا این درسته که من شنیدم که میگن که کسایی که مثل شما مثلا آبشون زود میاد خروس هستن، به طرف مقابل میگن میگن یا میرن تو دستشویی جغ میزنن بار اول یا میگن ما دو بار میکنیم؟ نه من اونطوری نیستم، نه من اونطوری نیستم، من همون بار اول میرم، بار اول میرم. سرمه جون نوبت شما هست. بار سرمه صف کن. هادی تا حالا یه شراب بیارم بچه کردن؟ چی؟ تا حالا از پشت دادی؟ از پشت من یک بار، اونم دو طرفه بود، هم دادم هم کردم وقتی 8 سالم بود. آخه بچه بودیم بیارم که چون تو رک بازی میکردیم. یعنی توی 8 سالگی اون طرفت هم 8 سالش بود یا 9 سالش بود؟ اون 9 سالش بود. آها 9 سالش بود، یعنی تو بچگی هم اون تو رو کرد هم تو اونو کردی؟ آره در حد 3-4 دقیقه، هم بیشتر نه. آخه 3-4 دقیقه برو کنه تو بیمه کن اچه همه اون جبلای با شیر کنی، قلب بغل هم بگر کنی، با چهاردار هم رایت باری فالو کنی. دمه تو جم من شراب دارین چون من بخوام حتما ملت ببینن که من وجود دارم. من رابون چرا بگه اصلی پرید پهکش کردم، خودم خریت کردم به خاطر که من احمق خواستم به یکی بر... اعتماد کرد اطلاعات دادونم از طریق اطلاعات است. من داشتم بریم نوازی کارو میکردی. ببین نوازی کارو میکردی گوش کن، هم پولم رفت بچه، تو رو خدا بیت کوین میکنی نخرید افتضاحی. من انقدر هم پولم رفت، من خریدم بیت کوین ولی از چیز خریدم؟ از پیپال خریدم. خب میگم تو من فرق برای کن تو آمریکا کلی راه هست. من به خاطر اینکه دست این شوهر کسخورم نمیخواستم نشون بدم که مثلا میخوام اینو بخرم، چون میترسم واسه طلاق بخواد بگیره نصفشو ازم. تو که دیگه قانون آمریکا رو میدونی همه چی نصف نصف میشه بعد از طلاق. من آدم خودم به این کسکش
هیچی ندم کسافتو. تا حالا با شوهرت گروپ زدی رام بود؟ آره با ما شب عروسیمون تریسام زدیم. چی دا تریسام رفتین؟ آره شب عروسیمون توی همون یعنی چی جوری؟ سه تا پسر دختر یا چی جوری؟ من اون یه دختره با دوست پسرش و دختره دیگه فیلم گرفت، من و اون دوست پسرش کردیم. چه جاله دوتون خالی دبیم با یه سرعت عجیب دیمونش میکردیم. شده مثلا گروه تو گروه مثلا دوتا کیر بره توی چیزه پشتت؟ من ببخشید رفتم شراب آوردم. من دوتا من توی گروه دوتا کیر نرفته تو کونم، ولی دوتا کیر رفته تو دهنم. آها دوتا کیر رفته تو دهنت. آره چون من خیلی ببخشید چون من تاینی هم اسکینی هم لاغرم، سوراخم هم کوچیکه، خب دوتا کیر اصلا نمیره و کسایی که من باشون میخوابم حتما حداقل کیرشون 23 به بالاست، اصلا جا حتی یه دونم جا نمیشه، به زور چیز من جا میکنم. چیز میدونه شاید رامبو جو ببینه من پاپر استفاده میکنم. رامبو خیلی لازمه. آره پاپرز لازمه. آره من پاپر استفاده میکنم که کونه تو باز میکنه، گشاد میکنه. خب الان نوبت به رامبو جان. من باید بپرسم یا بگم؟ از ما ستا نمیدیم. بپرس دیگه، بپرس. ای جان بپرس. چی بپرسم؟ بس فکر را بکنم. خانمه ای توی خونه سلام. انقدر مشروب خورم امروز اصلا، چون من صبح پروازم انقدر مستم که اصلا کیرم، قشنگ کیرم، اصلا همیشه کیرم. آریان قربونه اون کونه قیتونید برم من مادر. اگر دو تا پسر تصور کن، یکیشون قد 190 سیاه کیر انقدر، با یه پسر چشابی اونم قدش بلند کیر انقدر، کدوم انتخاب میکنی؟ خب 100% چشابی. آها تو هم مثل من سفید دوسته. من خیلی سفید دوستم. وای اصلا وای پسر سفید وای. من خیلی سفید دوست دارم، سیاه‌ها رو خیلی دیگه باید شاه باشه، یعنی اینکه صورت‌های خیلی خاصی داشته باشن، بدناشون همه هیکلی، کیرشون باید کات باشه، یعنی خط نشده باشه اینا. من خط نشده دوست دارم. آره من خیلی آنکات دوست دارم اصلا وای عاشق آنکات. من از آنکات متنفرم. اگه طرف بیاد یعنی پرفکت هم باشه ولی کیرش آنکات باشه، بگی برام ساک بزن، میگم نو تنکیو، من نمیتونم. من خیلی آنکات دوست دارم وای. من همه اکسام همه آنکات بودم، من خیلی خوشم میاد. تو میدونی که آنکات کیراشون وقتی که ختنه نشده او بلند، مثل اینایی که ختنه شده بلند نمیشه، سیخ نمیشه. اتفاقا نه، من تجربه شخصی منه، مثلا من هر کسی که آنکات بوده ختنه نشده باش نبوده، من کیرش سیخ نمیشده، همیشه شلوبل بوده، مثل نمیدونم حلوا بوده، ولی مثل کیرهی که کات بودن خیلی خوب سیخ بوده. آریان از این به بعد خانمایی که کیر حلوایی دوست دارن دست بالا. کیر حلوایی ببین دارم جر میخورم. کیر حلوایی سرم جا دختر قشنگم بگو الهی قربونون کس قیتونید برم. تو الان کس قیتونید یه قد کس دونی تو هم کجا میدونید؟ تو هم کجا میدونید؟ دافه سرمه رو میبینیم میفهمیم کسش انقدر نازنین جی جی تو پلی مو پلی جی تپ 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 بزنید. خالی که سوال تو بپرس سرمه جا. وای بلا رمده. تو الان ترجیح میدی پاهاتو باز کنی با این دو انگشت دیجی کنی تپ 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 خودتو از پا در بیاری، یا یه مرد سیاه حسابی بیاد مثل سگ بکنه دوست؟ خب شوهر دارم سیاه دیگه.
شوهر سیاهه مدام؟ آره. مثل سگ میکنده؟ آره کلوفته. خدای همه یکی یک جفت گیر کلوف بهشون بدیم مثل سگ از پادرشون بیان. الهی آمین. مهدی الهی قربونون پیر قیتونیت بشم. تو الان ترجیح میدی یه مرد سیاه بیاد مثل سگ بکندت یا تو مثل سگ یه مرد سیاه رو بکنی؟ اون صد درصد دومیه را بود. یعنی یه مرد سیاه 1.90 سان تو واقعا میتونی بکنی؟ یا تو میخوای بکنی؟ نمیتونی. خب برخواد قلقلقش میدیم. قلقلقش میتونی بود. قلقلقش گر میخورم. آریا بپرس. نوبت شما هست. شما باید بپرس. نوبت کیه؟ نوبت شما هست. باید بپرسی از بچه ها. رابط دونم سکسی دوست داری باده من رو بخوری یا باده آریا رو؟ مال آریا رو 1000%. چرا؟ چون تو خطرناک میزنی. یه ذره میترسم از تو. نه من ندارم واسه من آب نواته دردم نداره. من پسرم فقط قلقلق میدارم سفید و من پسره مثل آریان تایپ هم و دخترانه طور خیلی دوست دارم پسره اینجوری. تو خیلی مردی برای من اصلا تایپ هم نیستی. تو مردی قشنگ. آه اوچه گربه جون او شیت او بایی دوست داریم برازم لحظه من را متفق میکنم که سرمه و هادی خیلی زوج خوبی میشن کنار هم. به نظر خودم خیلی با هم میان چون هادی 1.1 متر سرمه 1.5. من 1.40 بابا چی داری میگه؟ خب این حرومزاده 1.40 چیز سرمه 1.5 ده سان فقط. من مردم همه همسن هم همقدر مردم هم دوست داری تخمه کدوم اینجا کدوم دهنت باشه؟ نمیشه الان یه سال دیگه بپرسین. چه سال مسخره ای آخه؟ آبا دوست داری با تخمه کدومشون بازی کنی تو دهنت باشه؟ میچ بذاری لیست بذاری باشون باشون کنی هیچ کدوم. دوباره شروع کرد. یکی از ما رو انتخاب کنی سرمه. نداره بر اسکیپ میکنم بر سال بعدی. اوکی نمیشه ما در باید جواب بدیم. یه جواب بدی بگو دلت میخواد زبون بابا نمیشه. خب بیا آریانو که نمیشه. خب بیا مال رامبود. چرا نمیشه مال رامبود؟ آریان نمیشه واقعا. آریان خواهره. ای جان سرم قربون اون گس قیتونی برم اشاره میام با دوست بسرد با هم گس قیتونی قیتونی اینقدر وای خدا وای نه نه وای جان دوست داری از فوتبالیستا میگم دوست داری با کریستیانو رونالدو سیکس بری یا با لئو مسی؟ من میخواستم بمیرم برای رونالدو. میخوام بمیرم برای رونالدو. خب صد در صد این آقای چیه؟ رونالدو یا رونالدو چیه اون؟ آره کریستیانو رونالدو اونو. آره صد در صد. خب چرا اون قد بلندتره هیکلیتره بعد مشخصه خیلی سکسی خوب بلده بکنه. مسی مثل پیرمرده است. خیلی من آدمای شیطون دوست دارم از اینایی که شیطونم. اون خیلی مثلا اخلاق داره ولی خب مثلا چهره و بدن خاصی نداره. فقط اخلاق داره تو ورزش و بازیش خوبه. ولی مثلا روراندو چیه؟ اون هم اون هم شیطونه هم هیکلی هم کیرش کلوفته هم خیلی خوب. همه چیشو با هم داره. مغرورم. کیسه نه؟ بعد از کیسه. آره راست میگی. آریا بپرس. نوبت چیزه من سرمه پرسیدی؟ نوبت سرمه من پرسیدم. هادی هم پرسیدم. آره همه رو پرسیدم. نوبت منه پرسیدم. خب من از سرمه پرسیدم. سرمه جون مثلا الان تا حالا تو زندگیت لزبیان
حالا لزبیان کردی با هم با دوتی خانوم؟ بدم یه چندش هم میشه. چرا خب... مادر؟ چندش هم میشه خب. چندشت میشه. نه تا حالا اصلا پیشنهاد نداشتی؟ برات پیش نیومده؟ نه. پیش نیومده. پیش نیومده. خب اوکی. و تا حالا نه پیشنهاد داشتی نه پیش اومده. تا حالا عجیب ترین اشیایی که کردی داخل چی بوده؟ عجیب عجیب نکردم، یه دیلو کردم، چیز خاصی نکردم. ها نه تو دیلو، دیلو که خب طبیعیه مال کسکونه، چیز عجیبی باشه. چیز عجیب به خدا نکردم. من خودم 10 سال، من خودم 10 سال پیش برای اولین بار موز کردم تو کونم دیگه، جا یه بعد یه روز اومد بیرون تو کونم چون مون یه روز اومد از کونش بیرون. نه آره. نه من که چیزی نکردم. خب پس نکردی تنها چیزی که کردی همین مو دیلدو بوده. آره دیلدو. خدا خفت کنه دارم جیر میخورم. آره من 10 سال پیش برای اولین بار میخواستم امتحان کنم یه موز گنده رو کردم تو کونم مون دیگه، بعد یه روز بعد کردم دستشویی اومد بیرو. آفرین آفرین وقتی کشیده. خب آره حالا از رامبو میپرسم. رامبو جان تو مثلا تا حالا شده مثلا خب تو خودت خب خب هنسام هستی، یعنی خوشگلی، قد بلند، هیکلی، کیرت کلفت، همه چی اوکی، ولی بعضی موقع خیلی دست رو دست زیاده دیگه، همیشه از تو از همه از ما بالاتر هم هست. تا حالا شده مثلا یکی خوشت بیاد مثلا حوصله دیگه چیز نداشته باشی که باش دیت بذاری اینا، فقط بگی چند بیا بکنمت بهش پول بدی بدم به کسی؟ مثلا دیگه خب خیلی شاخ بوده دیگه حوصله نداشتی که باهاش دیت بذاری و مخشو بزنی، گفتی چند برای یک ساعت بکنمت دیگه ارضا بشی؟ متاسفم این وقت من به کسی پول ندادم برای اینکه بکنمش، ولی بهم پول دادن که بکنمش. خب اوکی، بعد اونی که چقدر بیشترین پولی که یک دادی برای یک کسی که بکن تو اونو بکنی چقدر بوده؟ پول ندادم میگم، گرفتم پول. نه نه همون پولی، چقدر پول گرفتی که یک طرفو بکنی؟ هزار دلار گرفتی طرفو بکنی، بعد اون طرفی کردی کیس بود یا نه داغون؟ نه خیلی داغون بود. هزار دلار داغون. بعد چه حسی داشتی؟ کیرت بلند میشد؟ نه دیگه مجبور بودم به هر چی فکر کنم به جز اون. وا اینا حستو درک میکنم، به زور گرفته بودم میکردم تو که به زور رفتش، حالا بالاخره به زور تو، بعد دیگه چشم بسته بودم، اصلا افتضاح بود. لابود اوکی حالا برمیگردیم. حالا نوبت هادیه. هادی جان تا حالا شده مثلا از تو دوتا میپرسم، تا حالا شده مثلا تو این مثلا خب الان توی این سالای اخیر خیلی مثلا زیاد شده مثلا ترنس های گیا رو دیدی، خانواده ال جی بی تی رو زیاد دیدی و همشون هم خیلی مثبت 18 صحبت میکنن، یکیش مثل من همش از کیر و کوس و اینا صحبت میکنن، مثلا کون دادن اینا، تا حالا شده تو فکرت بکنی که یکی مثلا یک بار یه بار بدی ببینی چه حسی داره؟ داده خوب به درسو یعنی بدم؟ نه بسی خودم نمی کنه، مثلا میگم تو مثلا اینقدر منو میبینی که اینقدر راحت از کون دادنم صحبت میکنم که چقدر لذت داره اینجوری، تا حالا خب تو ذهنت نیومده بگی که مثلا خب پس یه بارم من بدم ببینم این آریان چی میگه؟ نه نه من یه بار ابتحاج کردم یه بار همون 8 سالگی ابتحاج کردم، دیدم خیلی درد داره، یه خودم بی خیالش شدم اصلا. خب میدونم خیلی خیلی درد داره، میدونم خب درد داره، امتحان نکردی. و اینکه تا حالا مثلا از چه اشیایی برای ارضا شدن استفاده کردی؟ مثلا من یک بار از 2 تا چیز استفاده کردم، 2 تا پلاستیک فریزر توش آب گرم کردم گذاشتم لای کیرم جمع دادم. تو چی؟ من نه، من با هیچ اشیایی پاده پان نکردم، نه اصلا. تا حالا اصلا امتحان نکردی 2 تا اشیا رو بذاری ارضا بشی؟ نه اصلا. خب اوکی من پرسید، الان نوبت سرمه جونه. دوباره بپرسید. آره دیگه ساید دیگه، فقط 4 دقیقه لایف مونده فکر کنم دیگه با ساله سرمه تموم شد لایف. خدا روش. خدا روش. من جدا به دویر
ای والله کامنت های قشنگ میذارید، قلب هادی بغل تا حالا میزنید، از یه پیرزن پول خدا گرفتی میکنید گفتی؟ لبتون میگم. هادی با تو هم از یه پیرزن تا حالا پول گرفتی که بکنیش؟ نه 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 یاره، ولی پول گرفتم که مثلا کمکش کردم، مثلا میگم یه بهم پول داده نخواسته گفته ازم پول که من. مثلا بیای منو بکنی؟ نه 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 مثلا به من پول داده گفته آقا بذار برو برای من یک کیلو سبزی خودم بخر بیا، او مثلا میگم 10 تومن داده گفته 5 تومن بالا خود 5 تومن برو برای من سبزی بخر بیا. این کار کرده، ولی این که بیاد بگه بیا منو بکن، نه این خبر رو نبود. نه پس به اون کس پیر عزیزش دست از لای کس پیرش رو نخوارو. نه نه رامو، نه نسل نسل نشده. داغون ترین آدمی که کردی چند سالش بود؟ نه اینو بگو چست. او کلوب داری پیر نه چقدر بوده رفت کلوب که نمیره توش که بگو شما دار؟ میگم داغون ترین رامو، آدمی که کردی زنی که کلوب داری پیر که رفت تو چونه چقدر بوده؟ من پیرتری زنی که باش خوابیدم فکر کنم 42 سالش بود. رابون رابون جونم پیر خلوب در چیه که رفته تو چونه چند سال بوده؟ خیلی خوب بود، خیلی بزرگ و عالی بود، قشنگ انقدر. واه ای برازم بره. آره عشقم به من کنم خیلی قشنگ واقعا دیگه جذاب تایی بسید نشونتون بدم بچه تا اینجا اومدیم. اما بدو آره نشون بده، اما یه نشون بده، یه دقیقه تو نشون بده، یه دقیقه تو که رفته تو کنه چند سانتی بود بپرس تو نشون بده. ول کن بابا، حتی چی رو نشون بده اینجا مگه جند خونه است؟ بابا میخواد چون تو نشون بده چه کس کش بده جغ بزنی به کونش؟ نه بخواد ببینی زاده دیگه. آخه تو که به ترنس های اس نداری به گیاتی، هر اون زاده میخوای کنه اونو ببینی چی بشه. آقا بخواد همین توی بخواد ببینی چی میگه. نه اصلا چرا که حس نداری؟ چونه برای نگاه کن این توی نشون بده، برو نشون بده. ببین نمیخواد ببار سر مثالت داره لایف تموم میشه. میگم بزرگترین سانتی که رفته تو کونه چند سانتی بوده؟ سایز من بزرگترین سایزی که برداشتم یه آقای اسرائیلی بود 26 سانت. واو 26 سانت چه این تحمل کردی؟ گفتم دیگه رامبا جا میدونه یه پاپر یه قطره یه مثل قطره ماننده دیگه. آره توی قطیه اینجور بو میکنی، تو دماغت میذاری آره بو میکنی، بعد این کولت باز میشه، اگه خرم بره توش به ذات نمیفهمی. دارخونه بفروشن بخریم؟ بعدش دردش احساس نمی‌کنی بعدش که میره؟ لذت داری بعدش دیگه، تا 2 روز کولت فقط همجوری میرینی، بعد پوشاک بزنی. بچه ها لایف تموم شد، مرسی هادی جان، رامبا جان، مرسی که بودید، فعلا خدا نگهدار، خدا حافظ.